خیلی خوشحالم با شما عزیزان هستم. همونجور که میدونی ما فصل سوم رو شروع کردیم، درس قبلی رو کامل بررسی کردیم، در مورد الگوهای عددی بود، کامل پیش رفتیم، صحبت کردیم، جمله انوم به دست آوردیم. تو الگوهای خطی تماما روابطش بررسی شد. یه مثال یه دونه سریع حل میکنم میرم برای درس بعدیمون. مثلا یه الگو بهمون داده یک، بعدی رو گفته یک دوم، بعدی رو گفته یک سوم، بعدی گفته یک چهارم، گفته جمله انوم این چیه؟ یکی از دوستان صداشو وصل کنه. خانم برستان شما وصل چید لطفا؟ سلام، خسته نباشید. سلام و درود بر شما. ببخشید من کلاس پیش نبودم ولی خب فیلم رو دیدم. آفرین. ولی خب حالا یه ذره سوال واسم پیش اومد، اگه میشه یه ذره در رابطه با این حرف بزنید، یعنی مثلا واسه ما سوال داره وای ای، مثلا همونجا این رو میگیره، من زیاد متوجه نشدم این جمله این اومو یا اولی این و آیونو اونو داستانش بذار من بهت بگم. خانم روژه اولا خوشحال صداتو میشنوم. نگاه کن اونجا که دارم عبارت جبری و مثلا بررسی میکنم، بله اون گفتم به جای اینه که شما این ضریب که هیچی سه باید سر جاش باشه، درسته؟ من اینجا به بله، جای بله مسئله من یه ذره مثلا تو مسئله که میاد ایراد دارم مثلا. آره میدونم، حالا حلش بله. میکنیم امروز حل میکنیم. این بله. اسمش ضریب عددی بود، این اسمش متغیر. متغیر یعنی عاملی که داره تغییر میکنه، میتونه x باشه، میتونه y باشه، میتونه z باشه، میتونه h باشه، میتونه a باشه، میتونه b باشه. ببینم یه طلا فروش اگه در مورد 3 کیلو داره صحبت میکنه 3 کیلو طلا صحبت میکنه، یه میوه فروش 3 کیلو میوه صحبت میکنه، یه بقال 3 کیلو مثلا یه لبنیاتی 3 کیلو ماست داره صحبت میکنه، یه بقال داره 3 کیلو عدس. پس این متغیره، یه جا عدسه، یه جا پرتقاله، یه جا هلوه، یه جا اناره، یه جا طلاه. اولا این برای اینی که گفتیم متغیره رو بکن. حالا ما اومدیم جمله اینو رو بررسی کردیم، مثلا گفتیم اگر یه الگو دارم 4 6 8 10، گفتم اول بیا فاصله رو پیدا کن بین این 4 تا 6 به اضافه 2، 6 تا 8 به اضافه 2، 8 تا 10 به اضافه 2. خب یعنی دوتا داره اضافه میشه. نکته ای که داریم اینه، میای اول شماره شکل تو، این شماره 1، این شماره 2، این شماره 3، این شماره 4. میای اول شماره شکل تو 1 رو ضرب در این فاصله میکنی، پس شماره شکل رو با نبنویس، فاصله رو پایین بنویس، این وسط مقدارش، ببین مقدار شماره شکل، این پایین بنویس فاصله. خب میای شماره شکل رو در فاصله ضرب میکنی، پس این 1 رو من در 2 ضرب میکنم. بعد اگر دیدی خودش به جواب رسید، هیچی نمیخواد ازش کم یا بهش اضافه کنی. جواب چی؟ جواب همیشه مقدار توه، یعنی این 4 است. حالا 1 2 تا میشه 2 تا، به 4 نرسید پس به اضافه 2 شو کنی که برسه. جمله دومم حدس میزنم، مثلا جمله دوم فاصله هم 2 تاست به اضافه 2 تا، 2 2 تا 4 تا به اضافه 2 تا 6 تا، این هم اوکی. اما خیلی وقتا تو ریاضی تو ابتدایی به ما میگفتن جمله صدم، میگفتیم صد ضرب در 2 به اضافه 2 که میشه 202، درسته؟ اما اینجا دیگه به ما میگن جمله انوم. جمله انوم یعنی جمله عمومی، یعنی به جای یه جمله صدم، دویستم، سیصدم، چهارصدم، پانصدم
بذار ان جمله آخری ضرب داره فاصله به اضافه دو، پس این ضرب داره دو، من میدونم میشه دو این، دو این به اضافه دو. این شد جمله اینوم یا جمله عمومی. حل جمله اینو یا جمله عمومی، این برای جمله اینو بود. باز اگه سوال دارید بپرسید، اگر نه که بریم سراغ همین دنباله‌ای که نوشتم. سوال کسی داره بپرسه؟ میتونید صداتون رو باز کنید. ببخشید اگه ممکن هست داخل مسئله مثلا با یه مثال اگه میتونید توضیح بدید. یه مسئله مثلا دارم، گفته من 30 متر پارچه دارم. از عبارت جبری مسئله بگم؟ بله. آره؟ بله. اما مسئله کتاب گفته من 12 دست کت و شلوار ازش در آوردم، مثلا 3.6 دهم هم باقی مانده. اینو با یه عبارت جبری گفته نشون بده. اولا کلن شما چند متر پارچه داری؟ 30 متر مساویه با 12 تا کوچروار. گفتم این میشه 12 تا پیاز، 12 تا شروار، 12 تا طلا، 12 تا هر چیزی که تو فکر کنی. این 12 یه ضریبیه برای این ایکس. گفت 12 تا کوچروار چقدر باقی مانده؟ 3.6 تا. این میشه یه مثال مسئله دیگه. خانم مریم که دستت باره بپرس. خب یه الگو من میدم، جمله اینومشو به هم بدید همون که نوشته بودم. سلام استاد. سلام و درود بر شما، خوبی؟ ببخشید استاد. بله خیلی ممنون. استاد ببخشید من الان تازه صداتون درست شد، من صداتون رو نداشتم. ببخشید میشه اون سوالی که اول توضیح دادین توضیح بدین؟ چون من صداتون قطع شد همش چیز میکرد. منم حالا چیز 4 بار از کلاس داخل و خارج کردم درست نشد، الان درست شد. اشکال نداره، شما وقتی اینجوری میشه اینترنتتون میبینید خیلی ضعیفه، حتما بعدن فیلمشو ببینید. شما بالاخره وقت بقیه دوستاتون هم اینجوری گرفته میشه. استاد خب توضیح داده، شما فیلمو دوباره ببینید، اگه باز مشکل داشتید تو واتساپ بپرسید، ما ان شاءالله جوابتون رو میدیم. حالا این مشکل هم باشه به خود استاد ارسال میکنیم. حالا خانم زارعی متوجه شدی مریم جان؟ شما فیلمو ببین، چون من دوباره مرور کردم. باز فیلمو ببین، اگه دیدین مشکل داشتی متوجه نشدی بگو دوباره برات توضیح میدم. چشم. حله. خب یه نفر صداشو وصل کنه به من بگه که این جمله نامش چی میشه. علی رضا جان شما صداتو وصل کن بگو. سلام، درود بر شما، چطور علی رضا جان، خوبی؟ بله. جمله انوم اینو به من میگه عزیز. این باید اول فاصله رو به دست بیاریم، ضرب داره، شماره شکل کنیم. خب و باید مقدار جمله رو ببینیم چقدره. خب و هر چقدر عدد میخواد، یعنی به اون
مقدار جمله هم برسه باید جمع کنی حالی یه باش. روش آسون بدی یاد بدم. بله. اینی که شما گفتی خیلی درسته، اصلش هم اینه، ولی روش آسون بدی یاد بدم. ببینم علی جان صورت داره تغییر میکنه یا نه؟ بله صورت داره صورت تغییر نمیکنه، فقط مخرج تغییر میکنه. پس یک باید تو جمله نو من باشه، قبول داری اینو؟ ما تنها به تو کلاس یک باید خودم تو جمله نو من باشه دیگه، قبول داری؟ بله. ببینم جمله اول مخرج چنده؟ یکه. جمله دوم؟ دوه داره، یک سه آفری سه چهار. تو کسری ها بهتون گفتم صورت جدا مخرج جدا، الان یکی یکی داره به مخرج اضافه میشه. جمله اول یک، جمله دوم، جمله سوم. جمله انو همینجوری بره بالا چی میشه به نظرت؟ میشه یک ان. آفرین، میشه خود ان. تمام شد. این میشه چی؟ این میشه جمله انو. باشه آفرین علیرضا، عالی بود، دست شما درد نکن. خب بعد ما داریم میگیم تو مخرج و صورتان، الان تازه گفتیم و متوجه نشده بودیم چرا مثلا باید یک فقط باشه، مثلا نمیشه دو باشه؟ خاطر اینکه صورت همچنان یک مونده. خب اگه مثلا پنج بود همچنان پنج میمون دیگه، اینش تغییر میکرد اگه پنج بود؟ نه مثلا اگه میشه پنج این، مثلا شما میگی پنج یکم بود، پنج دوم، پنج سوم، اینجوری داری میگی؟ بله. خب این همون پنج میمونه، پنج اینامه که گفتی، درست. ببین چون تو صورت خواهش میکنم به اضافه صفره، پس همشون به اضافه صفره، پس هیچ تغییری نمیکنه، یه الگوی ثابته. هله آفرین عالی بود. خب این مرور از درس قبلی بود، بریم برای درس دوم عبارتهای جبری. من درسشو دادم اما اینجا یه توضیح ریزی میخواد بهت بدم. یادت ما تو محیط مربع می اومدیم یک ضلع و ضرب در چهار می کردیم، حالا گفته اون ضلع رو بگیر آ، طبیعتا آ رو با آ و آ جمع میکنیم، یعنی چهار تا آ، پس میشه چی؟ میشه چهار آ. اینجا نگاه کن، همون داستانی که من توضیحشو بهت دادم، گفته جملات متشابه در عبارات جبری جملاتی هستند که حروف انگلیسی آنها با هم یکی باشه، علاوه تکرار حروف باید برابر باشه، بنابراین دو تا جمله متشابه توان حروف نیز یکی می باشد. یعنی چی؟ بچه تو این درس میخوایم جملات متشابه رو بفهمیم چی هست، که اگر راحت بتونیم متوجه بشیم دیگه میتونیم جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو شروع کنیم. ببین وقتی داره بهت میگه جملات متشابه، الان من یه سه ایکس دارم، یه سه ایگرگ دارم، یه دو ایکس دارم، یه دو ایکس دو دارم. خب میخوام ببینم این سه ایکس با چی متشابه هم. بچه ها شرط تشابه دو تاست، یک باید متغیرها مثل هم باشه، باید توانهاشون هم مثل هم باشه. ببینم یعنی چی. اولا این بالا رو میگیم توان، فصل هفت میخونیم، الان اونی که توان نداره یکه، این هم یکه، این هم یکه. الان 3x یه 3 ضریب داره با این برابره، اما من اینجا حرفی از ضریب نزدم، یعنی ضریبش برابر باشه به درد من نمیخوره. من گفتم متغیرش مثل هم باشه. آه ایگرگ تو متغیرات مثل اینا نیست، اینا همه x هم، تو با اینا متشابه نیستی. آقای x2 تو x داری اما توان 2ه، این توانش یکه، این هم یکه، پس تو هم با اینا برابر نیست. متشابه بودن یعنی اینی که تو تهش بتونی این سه ایکس رو با
با این دو ایکس که متشابه خودشه جمع کنی. طبیعتاً 3 تا با 2 تا میشه 5 تا از اون ایکسه. وقتی قراره جمع کنی یکی از متغیرها رو بیار پایین بنویس، عددا رو مثل عدد صحیح با هم جمع و تفریق کن، مثبت 2 مثبت 3 که میشه مثبت 5. آقا پس اگه توی جمع و تفریق ما جملات متفاوت دیدیم چیه؟ چی هلیا چی پرسیده؟ خب اگه صورت ها مثلا یه دونه یک پنجم باشه یه دونه دو پنجم، یه دونه یک پنجم یه دونه دو پنجم، شما دو پنجم از یک پنجم کم میکنی، همون روشی که علیرضا گفت، فاصله رو به دست میاری، فاصله رو به دست آوردی میگی. اگر نه منظور اینه که اینجوری بود، اگه منظور اینه که اینجا یک پنجم بود، اینجا دو پنجم بود، اینجا سه پنجم بود، اگه منظورت اینه که این پنجه اندفعه ثابت پایین، بالا جمله اول، جمله دوم، جمله سوم، پس میشه n بر روی 5. اگه منظورت اینه میشه این. اما اگر نه تفاوت داشت باید کم کن. پس جملات متشابه جملات این که دوتا شرط دارن، یک متغیرشون مثل هم باشه، توانهاشون هم مثل هم باشه. یه مثال دیگه بزنم. این جمله متشابه رو باید یاد بگیری چون میخواد تو جمع و تفریق ازش استفاده کنی. یا کن من میام اینجوری می‌نویسم، میگم 3x به اضافه 2x منهای 3x2 به اضافه 4a منهای 2a به اضافه 3y منهای 2. اینو گفته جمع و تفریق کن، به ساده ترین حالت ممکنه بنویس. من میام چی میگم؟ من میام میگم آقا این 3x داره، اینم x داره، تواناشون هم با هم برابره، پس اینا جور هم. میام اینجا میبینم این ناجوره، دو تا خط میکشم که وای نشه وای نشه. میام اینجا آ رو میبینم، اصلا این که آه سه تا خط میکشم که با اونا اشتباه نشه. یه آ پیدا کردم که توانش با این جوره، خودش هم آ داره، پس اینم با این ور میدارم. سه ایگرگ چیزی ندارم که باهاش اوکی کنم، دو هم چیزی ندارم، این دوتا رو برش کن. اونایی که ندارم و آخر مینویسم. چیا رو ندارم؟ یکی اینو نداشتم، یعنی منفی 3x2 رو نداشتم. یکی 3y رو چیزی نداشتم باش کار کنم. یکی منهای 2 رو. قبوله. حالا اونایی که دارم کدوم بود؟ 3x با 2x 3 کیلو پرتقال خریدم. 2 کیلو دیگه هم رفتم خریدم. الان چند کیلو پرتقال دارم؟ 5 کیلو پرتقال دارم. میشه 5x. 4 کیلو خیار، 2 کیلوش کیسه پاره شد ریخت تو خیابون. پس الان چند کیلو خیار دارم؟ 2 کیلو هم خیار دارم. خیارا با هم ساده شد. x تو هم که نوشتیم، y هم نوشتیم. جواب پایانیت. چرا نمیشه عزیزم؟ سینا جان جملات متشابه جملاتیه که شما میتونی اینا رو با هم جمع و تفریق کنی، اما با ضریبشون کاری نداری. متوجهی؟ ما جملات متشابه الان نگاه کن روی پاورپوینت، بیا نگاه کن الان ببین 4a 2.5ab 3x اینا هیچ کدوم با هم متشابه نیستن، یعنی مجهولاشون یکی نیست. الان نگاه کن تو بعدی یه 4a داری، یه 7ab داری، یه 3tba داری. اولا ba همون abه، چون عبارت جبری خاصیت جابجایی داره. چه تو بگی 2 3تا، چه بگی 3 2تا. خب سینا جان الان ba با ab یکی، اینا رو میتونی جمع و تفریق کنی. حالا 7ab داشتی 3 کیلوش ریخته تو خیابون، چند کیلو مونده؟ 4 کیلو مونده. پس اون دوتا با هم متشابه، اما این 4a b نداره، پس به اونا ربطی نداره، پس در نهایت میمونه.
یا کن این هم همون که بهت گفتم سه دوتا دو سه تا و ضرب خاصیت جا به جایی داره. ببین الان یه چهار تا یه سه تا اینجا داری، اینا با هم اوکی میشن، میشن هفت آبی، به اونم هیچ کاری نداری. هفت تا آبی بوده، سه تاش هم الان ورداشتی، در نهایت به چهار تا آبی رسید. الان نگاه کن، سه تا آ با هفت آ یعنی مثل خودش رو پیدا میکنه، میشه ده تا آ، چهار تا بی با دو تا بی میشه شش تا بی. ببین سه تا آ با هفت آ با هم، بیا هم با هم، پس میشه ده تا آ شش تا بی. خودت صداتو بس کن، این یکی برام حلش کن. سینا جان صداتو بس کن عزیزم. سلام استاد، صدای ما میاد؟ بله درود بر شما، حالت خوبه سینا جان؟ ممنون، مرسی، خوشحالم صداتو میشنوم. نیومدی امروز ببینیم گپ بزنیم؟ استاد امروز کار داشتم سر اون نیومدم، ببخشید. انشالله همیشه سرت شلوغ باشه. خب امروز سر کار رفتی؟ پولت هم گرفتی؟ نه استاد کار داشت، سر کار نرفتم، کار داشتم. گفتی کار داشتم، گفتم رفتی یه تجارت کلونی انجام دادی. انشالله همیشه سرت چلو باشه. ببین یه پنج تا آبی داری، یه بی سی داری، هشت تا بی آ داری، چهار تا سی بی داری. اول بریم به پنج تا آبی ببینم متشابه آبی چیه. متشابه آبی چی دارم اینجا استاد شهار؟ ببین پنج تا آبی خودشه، درسته؟ بله. یه چیزی باید ورداری که متغیرش مثل این باشه، یعنی هم آ داشته باشه هم بی داشته باشه. استاد دومی فکر کنم. دومی که بی سی خالیه. سومی پس میشه. ببین الان پنج تا آبی با هشت آبی، پنج و هشت با هم جمع میکنی میشه سیزده تا آبی، درسته؟ بله. خب این سیزده تا آبی، ببین بی سی هم چهار تا اینجاست، یه دونه اونجاست، میشه چند تا بی سی؟ پنج. آفرین. اونایی که بی سی هن با هم، آقا بی سی با سی بی فرقی نمیکنه، ضرب خاصیت جا به جایی داره. از اون طرف آبی هم با هم، پس یه پنج تا، یه هشت تا، سیزده تا، یه چهار تا، یه یکی پنج تا. متوجه شدی عزیزم؟ بله بله. آفرین آفرین، درود بر دستتون در نکنه، راضیم ازتون عزیزی. خواهد خواهد باش. بریم اینجا، اینجا میخواد همون بازی متغیر رو دوباره وارد بازی کنه. تو میدونی برای اینکه محیط مثلث متساوی الاجزاء رو به دست بیاری یه روش خیلی خوشگل داری، بیا دور تا دورش رو با هم جمع کن، بیا اضلاع دور تا دور رو با هم جمع کن. چون اضلاع متساوی الاجزاء تو میتونی یه دونش رو ضرب در سه هم بکنی، هیچ فرقی نمیکنه. الان چه بگم دو به اضافه دو به اضافه دو، چه بگم سه تا دو تا، هیچ فرقی نمیکنه. بعدی چهاره، پس چهار باید سه بار ضرب بشه. بعدی پنج و نیمه که سه تا پنج و نیم با هم جمع میشه. وقتی بشه آ، حالا یه دونه آ، یه دونه آ، یه دونه آ، میشه سه تا آ. تموم شد. اصلا چیزی سختی هم نیست. سه آ. حله؟ ما بین عبارت جبری اینم بگم بعد باز کنیم. ببین من عبارت جبری هم بینشون ضرب رو نمیذاریم. ببین سه آ رو شما میتونی بنویسی، ببین سه آ رو شما میتونی بنویسی سه ضرب در آ، سه نقطه آ، سه آ. خب این شیکتر از هم هست، بعدش اینه، اما اینجا ضرب رو سعی کنید نذارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما ضرب با x اشتباه میشه. مثلا اگه 3 ضرب در x باشه، خیلی از بچه‌ها x اینجوری می‌نویسن، بعد چرت و پرت میشه. پس سعی کنید ضرب رو اصلا نذارید. اینو ما میگیم تو عبارت جبری نذارید. اینم به خاطر اینکه صفر اینجا یه موقع با نقطه جابجا نشه، اینم میگیم ترجیحاً نذارید. این از همه بهتره. خب پس هیچ عاملی توش نباشه. این ماله، این برای متغیر. حالا
من یه عبارت برات می‌نویسم، به من بگو، یه نفر صداشو بس کنه بگه که اینا متشابه هستن یعنی سلام کدوم با کدوم. درود بر تو مردم، حالا چطور هست؟ خوبم استاد. من سوال داشتیم. جانم بگو ایرز. همینه که مثلا همین الان پاک کرده بودین و اینا مثلا این مثلا نشه دو به علاوه دو به علاوه دو یا دو ضربه در سه، یعنی میخواد جمعش کنیم؟ نه اینجا قرار نیستش که به جواب برسید که اینجا گفته این محیط رو بیار حالا به جای دو سه و پنج و چهار این دفعه آ باشه. همین چرا به جواب رسوندی مشکلی نداره. و اینجا دنبال جوابه نیست، دنبال اینه که به تو یاد بده که اگه این پنج و نیم و چهار و دو ورداریم جاش آ بذاریم هم هیچ مشکلی نداره. متوجه ای؟ خواهش میکنم، چون میخوای عبارت جبری بهتون یاد بده. خب بریم اینجا، اینم که همونی بود که گفتم. تو پایینی هم همینه دیگه، جلسه قبل صحبت کردیم که مثلثه چون متساوی و ساقینه تا آش با هم برابرن با بی جمع توی مستطیل یه آ بالا داری یه آ پایین داری دو تا بی هم بغل داری. حالا گفته چی رو به دست بیار؟ محیطو بگو آ به اضافه بی ضرب در دو، یعنی دو تا آ دو تا بی که داری میبینی. نگاه کن دوباره برات برم، ساقینه پس ساقا با هم جمع میشن میشه دو تا آ یه دونه بی، دو آی به اضافه بی. حله اینجا نگاه کن، محیط میخواد مستطیله طول به اضافه عرض ضرب در دو، یا طول به اضافه عرض طول به اضافه عرض، اینجوری هم میتونی بری. ببین طول به اضافه طول عرض به اضافه عرض، حالا دو تا آ دو تا بی. آیا میتونیم آ رو با آ جمع کنیم؟ بله. چرا؟ چون متغیره شد مثل همان، تواناشون هم مثل همان. آیا آ رو میتونیم با بی جمع کنیم و با یه جمله نشون بدیم؟ نه نمیتونیم این کارو بکنیم، چون اون ست دو کیلو پرتقال این دو کیلو هویجه، این دوتا به هم ربطی ندارن. گفته یه عبارت جبری شامل یک یا چند متغیر و عملهای مثل جمع، تفریق، ضرب و تقسیمه. در زیر نمونه های از این عبارت جبری آوردیم. ببین 3x منهای 7 جواب آخره بچه ها. هیچ موقع نمیتونید 3x و یو بیای 7 رو از این کم کنی. 3x منهای 7 یه 3x داری یه منهای 7. بچه این 7 عدد صحیحه، این عدد صحیحه. این چیه؟ این یه عبارت جبریه، اینا اصلا کم نمیشن، این جواب آخرش اصلا ساده نمیشن. متوجه شدیم؟ گفته در یک عبارت جبری اغلب از علامت نقطه یا پرانتز برای حاصل ضرب استفاده میشه، از نواد ضرب استفاده نمیشه، چون ممکنه علامت ضرب با نواد انگلیسی x به عنوان یک متغیر اشتباه بشه. در زیر حاصل ضرب دو متغیر x y رو داریم میبینیم. بچه وقتی پای پرانتز میاد وسط، الان من این x y رو که من توضیح دادم دیگه، میتونی خالی بنویسی، یعنی میتونی بنویسی x y، این یه جور x نقطه y، این یه جور میتونی پرانتز هم وارد کنی x پرانتز y. یادت بهت گفتم یه عدد باشه بعدش پرانتز باشه حتما تو اون ضرب میشه، اینجا ضرب بذار. یا بگی x تو پرانتز y، یا بگی x تو پرانتز y، اینجوری هم میشه. حله. یه مثال آوردم، شروع کنه حل کردن، یه نفر صداشو وصل کنه ببینم چیکار میکنه. نه هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، یه نفر اینا رو حل کنه. سلام. درود بر شما آقای علیرضا. سوال بخون عزیزم. در بعضی از کشورهای جهان میوه ها را به صورت تکی میفروشند. اگر قیمت هر سیب 200 تومان و قیمت هر گلابی 300 باشد، موارد زیر را کامل کنید. بریم کامل کنیم. ق...
قیمت نوشته شما نوشته قیمت 5 سیب 5 بعد ضرب در 200 کنیم که میشه 1000. چون هر یه دونه چقدر بوده؟ 200 تومن. آفرین. من 5 دادم پس میشه 1000 تا. درسته؟ بله ولی خود سوال نداشته 5 تا داری. نه الان میخوام بیارمش عبارت جبریش کنم. صبر کن. 7 تا گلابی. هر کدومش چنده؟ هر کدومش چنده؟ هر کدوم 600 هزار تومان. آفرین. 7 تا 300 تومان هم که میشه 2100. درسته؟ درسته. بله. حالا 4 تا سیب، 2 تا گلابی. 2 تا گلابی. یعنی 4 تا 200 تومان. 4 تا 200 باید ضرب بده 200 200 200 ضرب بده 300 کنی. نه. 4 تا 200 تومان، 2 تا 300 تومان. چرا؟ چون 4 تا سیب، 2 تا گلابی. بله. قبول داری؟ قبول داری. بله. فقط اینجا ننوشته خودش که 5 مثلا 4 تا سیب داری 2 تا گلابی. نه، ببین خودش زده قیمتش اون پایین نگاه کن خودش زده قیمت 5 سیب. من 5 تا 200 تومان بالا زدم. بعد گفته 7 تا گلابی من اینو زدم. بعد گفته قیمت 3 تا سیب و 2 تا گلابی، یعنی 3 تا سیب و 2 تا. حالا الان با اون کار نداری. الان یه دقیقه حواست اینجا باشه. بیا گلابی رو الان گفته گلابی رو با چی بگیریم؟ سیب رو با چی؟ سیب رو با آ، گلابی رو با بی. قبول داری؟ حالا 5 تا سیب رو با عبارت جبری به من بگو. نگو 5 تا 200 تومن 1000 تومن. پنج تا گفتیم، پنج تا ای. آفرین. پس میشه پنج تا آ. هفت تا گلابی. پنج تا آ ضرب داره باید 200شون کنی. نه دیگه اصلا پنج تا آ، فعلا پنج تا آ. پنج تا آ گفت سیب و آ بگیری. خب بعدش باید هفت تا بی. آفرین. بس اینا میشه هفت تا بی. حالا گفته قیمت سه تا سیب، دو تا گلابی. خب میشه 5 آبی. نه ببین، سه تا سیب، سیب آب. بله. سه تا آ به اضافه دو تا بی دیگه. دو تا آفر. بی. حالا که میشه 5 تا دیگه، 5 تا آب. نه 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 نه، آبی با هم جمع نمیشن. این جواب آخر. حالا اگه گفته تبدیل کن به عدد، سه تا سیب رو گفته چند بذار؟ قیمت بگو. قیمت سه تا سیب رو 200,000 تومن. سه تا 200 تومن. بس 200 تومن. دو تا گلابی چقدره؟ گلابی 300 تومن. پس دو تا 300. این که میشه 600. این هم که میشه 400. جمعش شد چقدر؟ سه تا 200. این هم 600. 400 نمیشه. آه این 600، اینم 600 میشه 1000. و ولی اگه بهت گفت وای عبارت جبری نشون بده، باید سه آب به اضافه دو بی نشون بدی. اینا رو هم با هم جمع نمیکنی. نمیکنی. خب چرا تو سوال قبل گفتیم آبه باید بذاریم آبه؟ نه آبی رو گفت بعدش اومده گفته. گفته حالا تو برو اینا رو حساب کن. بعد بیا با آبی نشون بده اینا رو. متوجهی؟ که شما سه آ به اضافه دو آ. الان بعدی رو بخون، اگر فردی از میوه فروشی اونو بخون. ممنونم. آره اونو بخون اون پایینو. نشته اگر فردی از میوه فروشی در یک. بله دلوس. خب بخون عزیزم اون پایینو. اگر فردی اگر فردی از میوه فروشی در یک روز سه سیب خریده باشد و در روز بعد دو سیب و 4 گلابی خریده باشد، مجموع هزینه این دو خرید چقدر می شود؟ ببین روز اول گفته سه تا سیب. من درست نوشتم سه آ؟ بله. با آ نشون. روز اول سه تا سیب. آفرین. روز دوم گفته دو تا سیب و 4 تا گلابی. درست اینا؟ گلابی. آفرین. بله. حالا کدوم اینا متشابه هم با هم؟
آو و آ، سه آو و آفرین. دو آ. سه آ. سه کیلویه بار خریده، دو کیلویه بار خریده، میشه چند تا دونه؟ الان یه ست میشه پنج آ. میشه پنج، الان ما کیلو میگیم چون تو ایران. خب، اون چهار بیام که با این جمع نمیشه. بله. پس میشه چند آب اضافه چند بی؟ خب میشه پنج آب، پنج آب و چهار بی. آفرین. اون سن اگه خودش گفته باشه پنج آ رو باید، یعنی باید مثلا تعداد سیبار رو به علاوه یه گلابیا کنیم، اون موقع میشه جمع کرد؟ اگر گفته باشه جمع کنی در کل چند تا دونه میوه داری، آره. ولی دیگه از هفتم به بعد این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. شما یاد میگیرید سیب رو جدا حساب کنی، گلابی رو جدا حساب کنی. گرفتی؟ هم بله. خب ممنون از علی عزیزم، آقای علیرضا عزیز که اینا رو حل کرد. این هم تمرین کتاب بود که بررسیش کردیم. این مساحت هم که گفتم، آن مساحت رو نگفتم، محیط رو گفتم. یه نفر این مساحت رو واسه اون حل کنه. گفتم مساحت ها رو به عبارت جبری نشون بدید. مساحت رو گفته با عبارت جبری نشون بده. یه نفر داوطلب شه. ببخشید من میتونم اینو بگم؟ درود بر شما. بله، چرا نمیتونی بگی؟ بله، گفته مساحت هر دو مستطیل را با عبارت جبری نشان دهید. آفرین. خب الان ما میایم سراغ مستطیل اول که صورتیه. اگه بخوایم مساحتش رو نشون بدیم، چون ما گفته بودیم مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض. آفرین. طولش دو، عرضش رو زده A، پس میگیم دو ضرب در A که میشه دو A. بله. آفرین. دو A میشه جوابش. سه یعنی دومی هم که رنگش آبیه میشه سه ضرب در آ، یعنی سه آ. حالا مساحت کلشون، مساحت کلم فکر کنم میایم که یعنی مساحت مجموع، یعنی دوتاشون رو هم. آره آره، یعنی جمع کن. آره. دیگه میایم دو آ، بله دو آ و به اضافه سه آ میکنیم که میشه مساحت کلشون رو هم که میشه پنج آ. آفرین. پنج آ. بله پنج آ. خب اینجا نگاه کن، دو تا مستطیل رو کنار هم بذاریم، دوباره دو سه میشه پنجاه. پایینی هم همینه. اما بریم سراغ ضرب ها. بچه ها وقتی داریم ضرب های عبارت جبری رو بررسی میکنیم، ضرب های مختلفی داریم. اولی بهش میگیم ضرب یک در یک. تو جمع و تفریق که دیگه مشکلی ندارید، اگه مشکل داری باز حل کنم. اوکی شدی؟ همگی اوکی؟ استاد ببخشید ما یه مشکل داشتیم. جام بگو. تو جمع و تفریق میخواستم بگم تو همین، نه تو همین مساحته. مگه مساحتون مثلا نباید ضرب در دوش کنی؟ مثلا ببین بالا مثلا جدا کل مساحت رو به دست بیاریم، باید ضرب در دوش کنی. یکی دو رو ضرب در آ کردیم شد دو آ. یکی هم سه رو ضرب در آ کردیم شد سه آ. خب مساحت مستطیل بود، طول ضرب در عرض ضرب در دو دیگه. نه اون محیطش که طول به اضافه عرض ضرب در دو. مساحت مستطیل میشه بله. ضرب در عرض. اون ببخش اشتباه اینو. بعد شما یه دعا به دست آوردی، یه سه با هم جمع کردی شد پنج. حالا تو جمع و تفریق بچه مشکلی ندارید، همگی اوکی؟ من خواهش میکنم. خب یه بار دیگه ضرب یک در یک رو بگم.
بچه ها ضرب رو که شما میدینید دیگه، ما با در میخونیم. خب یک در یک یعنی مثلا شما بیا سه ایکس رو تو دو ایگرگ ضرب کن. من میام اینجا اول علامت ها رو نگاه میکنم، علامت ها مثبت، پس دیگه از این ضربه هم استفاده نکنیم، مثلا پرانتز بذاریم. خب علامت ها مثبت، مثبت در مثبت مثبت، عددا رو تو هم ضرب کنید، 3 دو تا 6 تا x رو در y ضرب کنید میشه x y، این میشه 1 در 1. یکی دیگه ضرب 1 در 1، 5 a پرانتز منفی 3b. اولا میدونم اینجا ضرب مثبت در منفی منفی، 5 3 15 a در b ab منفی 15 آبی. یک در یک اوکی شدین؟ یا میخواید دوباره یکی دیگه حل کنم؟ یک در یک رو فهمیدید؟ خب خیلی راحت، خدا رو شکر فهم. یک در دو آقای علیرضا چشم یکی دیگه علیرضا صدا تو باز کن. استاد سلام. درود بر شما. یه منفی استاد میخواستم بگم چرا باید ضرب کنی؟ مثلا به خاطر اینکه باید... اجازه بده بین دو تا پرانتز وقتی چیزی نباشه یعنی چی؟ اوه یعنی ضرب باید بکنم اگه پرانتز. ببین بعضی ببین گوش کن، اگه الان یه عدد بود پرانتز بود بازم باید ضرب کنی همیشه. آه. اگر جمع و تفریق این وسط نبود باید ضرب کنی. یه ما از جمع و تفریق داریم میبینی دیگه هیچ. مثلا گفتی سی آ منهای 20 بی، این منفی رو تو این ضرب میکنی میشه سی آ منهای 20 بی، جواب آخرته، جمع و تفریق هم نمیشه. اما وقتی این ضرب نیست باید ضرب کنی. اون به این سوال دیگه جام میخواستم بگم مگه نگفتین آ رو بی رو هیچ وقت نباید با هم جمع کنیم؟ جمع نکردم، ضربه دیگه. شما گفتین آ بی الان دیگه آ بی شد جواب. اینجا ضربه نگاه کن. الان منفی در منفی میشه چی؟ مثبت. مثبت 3 ضرب در 20 میشه چی؟ میشه 60. آ ضرب در B آبی. اما اگه این جمع تفریق بود هیچ کاری نمیشد بکنی، یعنی اگه منفی 3 آ بود، دقت کن به علامه، به اضافه منفی 20 بی میشد 3 آ منفی منهای 20 بی، اینم تموم میشد دیگه، ادامه نداشت. ها ممنون. پس ضرب 1 در 1 یعنی. باز کسی هست متوجه نشده باش حل کنم؟ اگر نه که برم 1 در 2. تو ضرب 1 در 2 پس بعدی چیه؟ باید بیای مثلا یه اینجوری داری آ به اضافه 2b. بچه ها این 1 در 2 این یه جمله، اینم یه جمله. تو قدم اول میای پرانتز رو ساده کن، تو قدم دوم ضرب رو انجام بده. حالا بریم پرانتز رو ساده کنیم ضرب انجام بدیم.
آقا این که آه اون یکی که بیه، پس دیگه اینو ساده تر نمیشن، چون ساده تر نمیشن عملا همین میمونه. ما آمدیم یه شعر درست کردیم واسه این بیرونیه، گفتیم اولی در اولی، اولی در دومی، به این میگیم ضربه آبشاری یک در دو. اولی در اولی یعنی سه ضرب در آ میشه، میشه سه آ، سه ضرب در دو میشه یه مثبت همون وسط داره میشه شش بی، تمام شد. هم میتونی یه پرانتزش هم نزدیک بدش. حله یکی دیگه، اولی در اولی، اولی در دومی، یکی دیگه. گفته پنج آ در دو بیه به اضافه دو سیه منهای بی. اله تو قدم اول میام پرانتز رو ساده میکنم، ساده سازی. پس این بیرونیه رو مینویسم، این دو بی با چیزی اینجا ساده میشه؟ بله، یه دونه دوتا بی دارم، یه منفی بی دارم. بچه ها منفی همون منفی یک بیه، یعنی در حقیقت شما دو بی رو منهای بی، یعنی دو بی منهای یه دونه بی، اما یک رو نمی نویسیم، شیکتر. دوتا داری یکیش کم بشه میشه یک، میشه مثبت بی، قبوله؟ دو کیلو پرتقال یکی رو شیخده، الان یک کیلو دارم. پس من میام این دوتا رو با هم ساده میکنم، می نویسم بی. اون دوسی هم که با چیزی ساده نمیشه اینجا می نویسم. حاله حالا این چه قشنگ شد؟ آقا اون شعر قشنگه رو می خونی؟ اولی در اولی، اولی در دومی، پنج آ در اولی، پنج آ در چی؟ دوسی. اینو مثلا جدا نوشتم که بدونی که یوهو چی شد. پنج آ در بی، پنج آ در دوسی، این که میشه پنج آ بی، هیچ. این پنج دوتا میشه ده تا آ سی. نگاش کن ببین اگه متوجه نشدی دوباره توضیح بدم. چگاه کنم ازشون؟ سوال بپرسم، صدا تو بس کن. خم زاری صدا تو بس کن، یه سوال ازت بپرسم. سلام استاد. سلام و درود بر شما، خوبی؟ خانم مریم صدا من میشنوی؟ من صدا تو ندارم. چی شد؟ دوباره حل میکنم، صداشو وصل کن. آقا صداتون رو وصل کنید عزیز، اونه که مشکل، آن اونه که مشکل دارید بچه. سلام استاد. درود بر شما. تو چت روم ننویسید بچه، دستتون رو بگیرید بالا که من متوجه بشم. علی رضا جان الان پنج آ باید تو پرانتز ضرب بشه یا نه؟ بله. آفر. اما تو پرانتز شما نشون پنج آبی. نه صبر کن، عجله نکن. اما تو پرانتز ساده میشه یا نه؟ تو پرانتز ساده نه. خب دو بی با یه دونه بی ساده نشد؟ متشابه نه. آفرین. پس دو تا بی یه دونه بیشو برداشتیمون یه دونه بی، درسته؟ بله. حالا پس شد پنج آ ضرب در بی به اضافه دو سی، تا اینجا قبول داری؟ بله. خب اولی باید تو اولی ضرب شه، یعنی پنج آ باید تو بی ضرب شه،
پنج آ ضرب در بی میشه چی؟ پنج آ ضرب در چند؟ میشه پنج آ بی؟ نه چند؟ پنج آ ضرب در بی میشه پنج آ بی. آفرین. حالا پنج آ رو باید تو دو سی هم ضرب کنی. پنج دوتا میشه ده تا، آ در سی میشه آسی. گرفتی مطلبو؟ بله، ولی پایینش چرا صد گذاشتی؟ صد نیست، اون آه. آها. ده آسی. حالا ده که تو سوال نیست، برای چی من؟ ده بخاطر اینکه این پنج آ باید تو این دو هم ضرب بشه. تو پنج تا؟ ده تا. ده تا آسی هم میذارم جاش. آه ممنونم. خواهش میکنم. دوستان دیگه سوال؟ این یک در دو بود. سلام استاد. درود بر شما. خانم زاره گفته بودی یه سوال بپرسم از ده. بله، ولی استاد این مال در دو شو من الان انگار پریدم بیرون، در دو شو ندیدم شما گفتید. دوباره یه دونه مهم منهای چهار آ در دو بی منهای دو سی به اضافه سه سی. پرانتز ساده میشه یا نه؟ بله استاد. آفرین. یه دو سی دارم یه سه سی، اینا با هم ساده میشن. دو با سه هم علامته؟ نه استاد. علامت عدد بزرگتر رو میذارم، سه رو از دو میشه یک. آفرین، میشه سی. پس سه کیلو پرتقال داشتیم، دو کیلوش بریزه چند کیلوش مونده؟ فعلا یک کیلوش مونده. قبول داری؟ بله. منفی چهار آ در دو بی به اضافه سی. تا اینجا قبول؟ بله. خب ضرب ساخته شده، یک در چند؟ در دو. آفرین. اولی در اولی، اولی در دومی. تا اینجا اوکی؟ بعد رفت. خب حالا منفی چهار رو تو دو ضرب کن، دو مثبته دیگه پشتش. میگیم منفی چهار در دو، میگیم اول میام در عددهای مثبت و منفی که عدد منفیه چون در ضرب مثبت و منفی، میام میگیم چهار دوتا میشه هشتا. پس میشه هشت مثبت یا منفی؟ منفی. آفرین، هشت منفی. آبی هم دیگه وقتی ضرب شه جلوش بنویسیم دیگه. بله. اون یکی چی؟ حالا اولی در دومی. اولی رو استاد مادن؟ ببین اولی در اولی، اولی بل. در دومی. حالا چهار ضریب سی چنده اینجا؟ یک. یعنی مثبت یک. نه من آره مثبت یکی که توی منفی چهار ضرب بشه مثبت در منفی میشه منفی سه. ها دیگه ضربه، ضربه اینجا ضرب. آها استاد من. آره این ضربه، این چهار یکی چهار تا، یه آ از اینجا داری یه سی از اینجا، پس میشه چی؟ چهار تا آسی. فهمیدی؟ بله استاد، خیلی ممنون، سپاس. خب اگه باز میبینید هنوز جا نیفتادید رو درواسی نکنید، بگید یکی دیگه برای تو حل کن. اگه کسی براش جا نیفتاده دستشو بیاره بالا، اصلا یه دور ما هم حل کن. کسی هست براش جان افتاده باشه؟ مهم ها برم بریم بعدی. دو در دو از همه مهمتر همین. یک در سه هم بذار بگم بعد دو در دو رو میگم. یک در سه، یک در سه یه موقعی درست میشه که شما دیگه نمیتونی ساده کنی. مثلا گفته سه
پرانتز دو آ اضافه دو بی منهای سی. الان این دیگه ساده نمیشه. اولی در اولی، اولی در دومی، اولی در سومی. خب سه رو میدید تو دو ضرب میکنی میشه شیشت آ. سه رو تو مثبت دو بی ضرب میکنی میشه مثبت شش بی. سه رو تو سی هم ضرب میکنی میشه این. تموم شد. سه ضرب در دو شش آ. سه ضرب در دو شش بی. سه در سی سه سی. حله. اینا فهمیدید. حالا بریم برای بعدی. دو در دو یک در سه اوکی شدید. بریم برای دو در دو که مهمترینه. ضرب دو در دو همونیه که الان بچه ها دیگه میان هشتم نهم دهم اینا بهش میگیم اتحاد. حالا بهت میگم چی میشه. مزدوج دو در دو مثلا یه آی دارم به اضافه بی، یه آی دارم به اضافه بی. بچه اگر دو در دو بود چیکار کنم؟ حالا این پرانتز ساده نمیشه، اینم ساده نمیشه. اولی در اولی، اولی در دومی. یعنی آ رو تو آ ضرب کنید میشه آ آ اولی. اینم نقطه وسطش. اولی در دومی ضرب کنیم به اضافه آبی. حله. دومی در اولی، دومی در دومی. این آبشاریه. دومی در اولی میشه بی آ، دومی در دومی میشه بی بی. حله. یه دونه، حالا بچه آبی با همون بیا هیچ فرقی نمیکنه دیگه، گفتیم یه دونه از این، یه دونه از این میشه دوتا آبی. اینا هم که دیگه جمع و تفریق نمیشن. جواب پایانیت. الان یکی دیگه حل میکنم جا بیفته چون این خیلی مهمه. دو در چقدر زمان داریم؟ آقا بپرسید چقدر زمان داریم. یکی دیگه یه دو در دو دیگه بریم. نگاه کن ده دقیقه داریم. مرسی. مثلا گفته پنج آ منهای دو بی در چهار سی منهای دو اچ. خب اولی در اولی، اولی در دومی. پنج آ رو من یه جا ضرب میکنم که دیگه سرعتم بره بالا. پنج آ رو من توی این ضرب میکنم، توی اینم ضرب میکنم. پنج چهار تا بیستا آ ضرب در سی آ سی منهای. چرا؟ چون این باید تو اون ضرب شه دیگه. این مثبته، این منفیه. مثبت در منفی، منفی. پنج دوتا ده تا آ در اچ آ اچ. دومی در اولی، دومی در دوم. مثبت در منفی دو چهار تا هشت بی سی. منفی در منفی
مثبت دو دو تا چهار بی اچ. این آسیه، این آه اچ، این بی سیه، این بی اچ، این هم با هم دیگه جمع نمیشه. حله؟ یکی من بدم شما حل کنید، سوال داری بپرس، اگه نده یکی بدم شما حل کنید بریم. آفرین، آفرین به اونه که حواسشون جمع. دیگه راه افتادیم، دیگه دو دردار و این راحتی اوکی شدید. یکی من نمیستم ببینم چی میتونه حل کن. چهار آ منهای دو بی به اضافه دو آ منهای دو سی منفی سه دی منهای چهار اچ منهای دو دی منهای دو اچ. هر کسی که داوطلبه صداشو باز کنه. استاد سلام. خانم هلیا چشم واسش توضیح میدم. درود بر شما. درود بر شما. سلام استاد. درود بر آقای علیرضا. با علیرضا حرف گفتیم. یه بارم توضیح بدم برای خانم هلیا. گفتیم یکی باید ضرب در یک کنیم، یکی ضرب در دو، یعنی همون همون شعری که گفتیم. آفرین. نه الان گوش کن. به من بگو پرانتز ساده تر از این میشه یا نمیشه؟ اولی پرانتز بله میشه. آفری میشه دو آ دارم بی دارم سی دارم این که نمیشه هیچ. خب میشه دو آ. پس چهار آ با دو آ هم علامت هم جمع بشه میشه چند تا آ؟ شیش آ میشه شش تا آ. این دو بی با دو سی هم که جمع نمیشه میشن؟ نه اصلا. پس میشه منهای دو بی منهای دو سی. این پرانتز ها تا تونستیم سادش باید بچنیم تا میتونی بچنیم. بریم پرانتز دوم. پرانتز دوم منهای سه منهای سه دی منهای دوی دی منهای سه میشه با منهای دوتا دی میشه من منها در منها میشه مثبت. نه 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 اینجا جمعه تو پرانتز جمع ضرب نداریم. بعد بگی سه تا با دو تا میشه چند تا؟ پنج تا. آفرین پنج تا دی. پنج تا دی با اچ فور و اچ تو که با هم میشه اچ سیکس. چهار تا. آفرین اوه خوبه. یه چهار تا اچ یه دو تا اچ میشه چند تا اچ؟ اچ سیکس. آفرین میشه شش تا. آفرین بله حسودت شد مشاگرده هفته من اونجوری حرفه ای هم. خب این که دیگه ساده تر میشه نه ساده تر میشه. حالا شروع کن. اولی در اولی دومی هم در دومی. خب شیش ضرب در پنج میشه سی میشه سی تا سی ای دی سی ای دی مثبت در منفی منفی منفی. حالا دیگه در باید بگی چون ضرب شش پنج تا سی تا متغیراش آودی هم دیگه ای دی. آفرین میشه ای دی. حالا در دومی ضرب کن. شیش ضرب در شیش میشه سی و شیش منفی سی و شش چون مثبت در منفی میشه منفی میشه منفی شش شش تا سی و شش تا آ آ اچ آ اچ. حالا میریم سراغ بی. ببین دو درسته بهتره. میریم سراغ بی. بی الان دومی در اولی. خب اصلا یه سوال جا خب اگه به جای پنج اونجا دی بود دی خالی به جای دی
به جای 5D پنج بی بود دوباره دو بی و 5B هم دوباره ساده می شدن؟ نه نه اون چون تو اون پرانتزه این تو این پرانتزه بینشون ضربه. اون موقع بعد می گفتیم دو بی در 5B دو پنجتا می شد 10 تا منفی در منفی می شد مثبت پس می شد مثبت 10BB. اها آره حالا منفی در منفی میشه مثبت مثبت دو پنج تا 10 تا بی در دی بی دی آفرین. حالا بریم دو بی رو تو آخری ضرب کنیم که این تموم. خب دو بی رو باید ضرب در شیش کنیم که میشه 12 بی اچ منفی در منفی میشه مثبت دیگه گفتم 12 بیش دیگه مثبت مثبت 12 بی اچ آفرین. تموم شد کارمون یادمه داره بعد استاد میخواستم بگم مثلا اگه جواب مثلا دوباره به جای 12 مثلا ای بود با اولی که یه چی دیگه یعنی الان تصویر رفته نمیتونم اولی ایدی بود مثلا آخری هم شد ایدی آره خب بله میگم اگه این شکل دوباره جمع تفریق میشه بله حالا همین کارم هنوز تمام نشد این سومیه مونده بله اصلا سب کن این سومیه مونده منفی دو سی منفی پنج دی منفی در منفی میشه مثبت دو پنج تا میشه 10 تا 30D 10CD CD آخری منفی در منفی 26 تا دو خب میشه همون مثبت که میشه 26 تا 12 تا 12 CH CH آفرین. الان ببین اینجا عادی دارم اینجا آه دارم اینجا بی دی دارم اینجا بی اچ دارم اینجا سی دی دارم اینجا سی اچ دارم اینا دیگه با هم جمع نمیشه. حالا سوالتو بپرس. خب من میخواستم بگم اگه مثلا به جای بی اچ مثلا بی اچ 12 مثلا با 10 سی دی مثلا 10 سی دی اچ بی اچ بود دوباره میشد ساده کنیم اونا رو. آره اگر متغیرات اینجا مثل هم بودن مثلا میگردی یه بی اچ دیگه پیدا اگه بی اچ داشتی با این جمع تفریق مثلا 12 تا بی اچ شما 10 تا دیگه بی اچ هم داشتی میشد 10 به اضافه 12 22 تا بی اچ. متوجه شدی؟ بله. آره خب کسی سوال نکته‌ای داره؟ ما جلسه امروز هم به اتمام میرسه. اگر سوالی نکته‌ای داری بپرس، اگر نه تو در جلسه بعدیمون یه مقداری از تمرین کتاب حل میکنیم. البته این تمرین که ما حل کردیم خیلی حرفه‌ای‌تر بود دیگه، زورش از کتاب بیشتره. بعد جلسه بعد اونو که بررسی کردیم اشاره میریم وارد به اعضا میشه. مریم خانم سوال داری؟ بطور معلومی شما چی؟ صدات خیلی نمیشه ما الان میتونیم بریم؟ بله 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 میتونی تشریف ببرید. خیلی خوشحال شدم با تک تکتون بودم. همگی عالی هستید. جلسه بعد انشالله در مورد این نکات باز بیشتر با هم صحبت میکنیم.